بنابر اندیشه وزیر عدلیه کشور رستم شاه مراد، در زندانهای تاجیکستان محبوسان سیاسی وجود ندارند. همه محبوسان برای صادر نمودن جنایت ادای جزا می نمایند. کسی برای فعالیت سیاسیش به حبس گرفته نشده است. این اندیشه خود را او در کنفرانس اطلاعی اظهار کرد و علاوه نمود که در قانونگذاری کشور اصطلاح محبوسان سیاسی ارزی وجود ندارد. مشاهدان قید میکنند که هرچند اصطلاح مذکور در قانونگذاری جمهوری تاجیکستان وجود ندارد، اما در زندانهای رژیم هزارها محبوسان برای دیگر اندیشه ادای جزا می نمایند و تمایلی به جوابگری کشیدن با سببهای سیاسی در ده ساله های اخیر خیلی پرزور شده است. یادرس میکنیم که سال 2015 این جانب در تاجیکستان با سبب های دینی تعقیب نمودن افزایش یافت. عین زمان تشکیلات های حمایتگری حقوق در خصوص شماره محبوسان سیاسی در تاجیکستان حسابات های گوناگون را پیشکش می نمویند. ولی به عقیده مشاهدان روی خط مذکور پررا نیست، زیرا در آن اساساً تنها اعضایان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و گروه 24 قید شده است. لیکن آمار شماره محبوسان دینی یعنی فعالان دینی، امام خطیبان و شهروندان عادی دیندار را کسی نمی برد. ضمناً تعقیب کنی نسبت فعالان دیندار اساساً با ماده های 179 تروریسم، ماده 189 برانگیختن کینه و عداوت ملی، نژادی و دینی، ماده 307 دعوت عمومی برای تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان با راه زورآوری، ماده 307 پریم 1 دعوت عمومی برای فعالیت اکستریمیستی، ماده 401 زرخریدی کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان برده می شود. باید قید نمود که غیر از این در تاجیکستان تطبیق مسئولیت دست جمعی تا حال ادامه دارد و از طرف رژیم نسبت خویشاوندان کسانی که با نگاه سیاسیش به حکومت نامقبول می باشد چاره های شکنجه دهی تطبیق می شود.